رژیم ایران مخالفان خود را از طریق پلیس بین الملل هدف قرار می دهد. رژیم ایران برای سرکوب مخالفان خود در ایران بدنام است. در حال حاضر رژیم ملاها دگراندیشان را در کشورهای دیگر از جمله آمریکا هدف قرار داده و این کار را با استفاده از یک سازمان بین المللی انجام می دهد. شهرام همایون 19 سال پیش از ایران گریخت و به آمریکا آمد. او در کشور خود فقط به علت حمایت از دموکراسی و حقوق بشر مارکدار شده بود. اینک رژیم بالاخره به سراغ همایون آمده، اما نه در تهران بلکه در لس آنجلس. اونا موفق شدن که منو اینجا نگه دارن. به نظر میرسه دولت آمریکا هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. همایون صاحب یک شبکه تلویزیون ماهواره‌ای به سوی ایران در لس آنجلس است به نام کانال یک. او در برنامه‌های روزانه خود دموکراسی را تشویق می‌کند. در حال حاضر مقامات ایران می‌خواهند برای همیشه او را ساکت کنند. دادستان شهر شیراز اخیراً حکم بازداشت او را به اتهام تروریسم صادر کرده است. پس شما هیچ وقت خشونت بر علیه رژیم را تشویق نکردید. ما حتی به مردم میگیم که اگر زمانی رژیم سقوط کند نباید در پی انتقام گیری باشد. ما بر علیه تروریسم هستیم. اما همایون یک مرد مورد تعقیب است و از ترس دستگیری از آمریکا خارج نمی شود. رژیم ایران به سازمان جهانی اجرای قانون اینترپول در مورد همایون هشدار داد. پس از آن سازمان اینترپول بر علیه او یک اخطار قرمز صادر کرد که به تمام 188 کشور عضو این سازمان اعلام شد که همایون به اتهام تروریسم تحت تعقیب است. همایون در یک مصاحبه انحصاری با CBN گفت که این اتهام به عنوان یک تروریست زندگی او را بسیار مشکل کرده. من یک اخطار از طرف بانکی که در کالیفرنیا حساب دارم دریافت کردم که در مورد حکم بازداشت از اینترپول بود. و این بعد از 10 سال بود که با این بانک معامله داشتم. من میخواستم در یک بانک محلی دیگر حساب باز کنم، ولی آنها هم حاضر به باز کردن یک حساب جدید نشدن، چون من در لیست اینترپول به عنوان یک تروریست معرفی شده بودم. همایون گفت که مسخره بودن این مسئله را نمیتوانم باور کنم. او روزها وقت خود را در تلویزیون صرف صحبت کردن در مورد اعمال وحشیانه و خشونت آمیز رژیم کرده، رژیمی که منبع مالی گروه های حماس و حزب الله است. حالا همین رژیم او را محکوم به اعمال تروریستی می کند فقط برای ساکت کردن او، و به نظر می رسد که اینترپول هم در این بازی همراه است. شما با یک رژیم تروریست در ایران طرف هستید که مخالفان خود را در درون ایران مضروب می کند و در خارج از کشور بیش از 200 نفر از مخالفان را به قتل رسانده. اکنون با استفاده از سازمان پلیس بین المللی به دنبال دگراندیشان می روند. و این نظر آقای تیمرمن کارشناس امور ایران است که می گوید اینترپول باید این حکم بازداشت بر علیه همایون را بلافاصله رد می کرد. اینترپول نباید حرف‌ها و احکام رژیم ایران را که یک رژیم تروریست است قبول کند. آنها نباید بدون جستجو و بررسی حکم بازداشت کسی را بپذیرند. آن هم کسی که فعالیتش به آسانی قابل رسیدگی است و اعمالش نشانی از تروریسم ندارد، مانند شهرام همایون. اینترپول به تسهیل همکاری و فرستادن اطلاعات میان سازمان‌های اجرای قانون در سراسر جهان کمک می‌کند. بخش عمده بودجه مالی مؤسسه از طریق مالیات دهندگان آمریکایی تأمین می‌شود. بخش خبری CBN با نمایندگان اینترپول در لیون فرانسه تماس گرفت و آنها می‌گفتند که اینترپول در امور سیاسی دخالت نمی‌کند و در مورد اتهامات عنوان شده علیه شهرام همایون مایل به اظهار نظر نبودند، در حالی که انگیزه این اتهام به وضوح سیاسی است. اونها در ایالات متحده هیچ نوع قدرت پلیسی ندارن، نمیتوانند در اینجا بیایند و کسی را دستگیر کنند. در آمریکا هیچ نوع قدرت اجرایی ندارن. ماموران اینترپول نمیتوانند در کشورهای مختلف بروند و کسی را دستگیر کنند. ویلیامز مسئول بخش اینترپول در واشنگتن است و به گفته او دفتر او با ستاد اینترپول فرانسه همکاری نزدیکی دارد. او در نهایت به دادستان کل ایالات متحده و رئیس جمهور آمریکا پاسخ می‌دهد. ویلیامز گفت اگر یک سرنخ در مورد مسائل تروریستی وجود داشته باشد، ما آن را به FBI می‌فرستیم، و اگر در مورد مواد مخدر باشد ممکن است آن را به دادستانی ایالتی و یا محلی ارسال کنیم. این نوع عملکرد ما در آمریکا است. ولی منتقدان نگران حرکت
اخیر کابینه اوباما هستند که میتواند به اینترپل قدرت اجرایی بیشتری در داخل آمریکا داده و این منجر به هدف قرار دادن ساکنان ایالات متحده مانند شهرام همایون میشود. پرزیدنت اوباما در اواخر سال گذشته دستور اجرایی صادر کرد که توسط آن به اینترپل توانایی فعالیت بیشتری در خاک آمریکا میدهد بدون محدودیت‌های معمولی که در مورد سازمان‌های قانونی داخلی مانند FBI اعمال می‌شود. این به این معناست که سازمان اینترپل در معرض قانون آزادی اطلاعات نیست. همینطور کارکنان و دفاتر اینترپل نمی‌تواند تحت جستجو قرار بگیرد و به پرونده‌های آن هیچ نوع دسترسی و تصرف نمی‌توان داشت. ویلیامز گفت کاری که این مسئله کرد در این بود که به آنها همان قدرت اجرایی و مسئولیتی را داد که شامل هر سازمان بین‌المللی که در آمریکا مستقر است، نه کمتر و نه بیشتر. همایون در این مورد شک دارد. او معتقد است که رژیم ایران اینترپل را با مهارت و زرنگی به بازی گرفته تا بتواند دشمنانش را در آمریکا و اروپا مورد حمله قرار دهد و دولت آمریکا باید در این مورد ایستادگی کند. آیا این توهینی به نظام قضایی حقوقی دولت آمریکا نیست؟ ایران قدرت خود را در ایالات متحده بیشتر کرده به وسیله اینترپل. او طرح چالش اینترپل را از طریق قانونی دارد. او میگوید FBI به او اطمینان داده که خاک آمریکا برای او بی خطر است، ولی در حال حاضر او در فهرست سازمان اینترپل به عنوان یک تروریست تحت تعقیب قانونی است. گزارش از اریک استتلبرگ از واشنگتن. این یک مصاحبه انحصاری برای CBN است و نقش این سازمان‌های بین‌المللی بسیار شگفت‌انگیز. همینطور باعث تعجب است که اینترپل به خود اجازه می‌دهد که این گونه مورد سوء استفاده سیاسی قرار بگیرد. کاری که این مرد می‌کند این است که از طریق شبکه ماهواره‌ای خود پیام دموکراسی و امیدواری برای مردم ایران می‌فرستد و رژیم ایران از این مسئله ناراضی است و می‌خواهد او را ساکت کند. وقتی در فهرست این لیست تروریسم باشی، نمیتوانی امور بانکی خود را انجام دهی، نمیتوانی مسافرت کنی، تحت نظر هستی و نمیتوانی در پروازهای خارجی باشی. ما قدردانی میکنیم از تعهدی که سازمان داخلی ما FBI برای امنیت در آمریکا به او داده، ولی آیا در مورد امور بانکی و آزادی‌های دیگری که همه ما داریم کافی است؟ من برای شهرام در مورد چالش قانونی او آرزوی موفقیت میکنم، ولی دولت آمریکا میتواند اظهار وجود نماید و این حکم اینترپل را رد کند اگر بخواهد، و من تشویق میکنم که این عمل را با جدیت انجام دهد تا کشور ما و همه کشورهای متمدن جهان محل امنی باشد برای کلیه دگراندیشان این نوع رژیم ها.